چقدر هم قشنگ شهر. این دوستمون هفته پیش زنگ زده بود که فلانی داری میری اونجا، اخبار پخش کرده که آتش فشان مثل که فعال شده و خلاصه فکر کن اگه چیگه نرو اونجا. من فکر کردم اینجا مثلا یه زمین مسطحه، یه اون بر گدارهای آتش فشان و چند تا بحچه آب معدنی، یه دونه هتل مثلا اونجا ساختم. فکر نمی کردم که یه شهر درست کابی فرودگاه رو دیدم مثلا بریدم مثلا. بعد گفتم که پس اگه قرار باشه این آتش فشان، این همه آدم و این تمام دستگاه که نمیتونه اینجا باشن، احتمالا اون نقطه فعال آتش فشانی خیلی فاصله باید داشته باشه به اینجا. بله چه آپارتمان های قشنگی هم ساخته، منظره اون بالا چه ویوی میبینن اونا، چقدر قشنگ. بحبه حالا احتمالا دیگه همه سال اینجا باید پر برف و یخ باشه به نظر. این فرس وسط تابستون که هوا 12 درجه سانتیگراده، در مقابل مثلا شهر روم که نزدیک 40 درجه سانتیگراد بود، همزمان توی هفته یا در کره یا ژاپن که هوا نزدیک به 36-37 درجه بود. حالا ببینید که در زمستون چه هوایی خواهد داشت. بله چهار راه رو نگاه کنید، این فلش های این طرف و خط کشی های وسط چهار راه دقیقا آمریکاییه. اونایی که میخوام بپیچن میان توی باند جداگونه، اصلا تا اروپا این شکلی نیست، فقط آمریکا اینجوریه. معلومه که تمام پروژه ها کار اینا. اینم روبوت چمنزانه که خودش داره چمنها رو میکنه، چقدر هم قشنگ کار کرده. خب توی ترمینال اصلی اتوبوس عوض کردیم، حالا مینیبوسیه که میره به سمت در واقع خوابگاه و اینجا ترمینال اصلی پشت این ساختمان بود که خیلی قشنگ از اون پیاده شدیم و این به اصطلاح خط براون یا قهوه‌ای هستش که حتی با رنگ‌های مختلف اتوبوس‌ها رو جدا کردن، هر کدوم به مقصدهای مختلف میره و ما داریم بیریم به سمت خوابگاه. حالا چقدر راه من نمیدونم، نباید طولانی باشه. خب همچنان به سمت خوابگاه داریم بیریم. من از خیابون ها و میدون ها و ساختمون های قشنگی که اینجا دارم میبینم دارم فیلم میگیرم که برای خودم که خیلی جالبه، اصلا با اونچه که انتظار داشتم متفاوته و شهر مرتب و هتل های نو و ساختمان قشنگ، ماشین های خیلی خوب و بیشتر الکتریک و این سمت که ساختمان ها اصلا امریکایی نیست، که با سیمان و چیز ساخته شده، یه فرم به خصوص بیشتر به شاید اروپایی میخوره. این سبک آمریکایی معمولا با چوب و اینها ساخته میشه و یه شکلی، ولی خیابون ها و سیستم ترافیکش رو من بیشتر آمریکایی میبینم. خب این خوابگاه یا هاستل یا مجموعه به هر حال خوابگاه هایی که خیلی جالبه و اتاق هایی که چند تا تخت داره و به اشتراک میگارن، اینجا فاصله کمی داره با یکی این میدون های اصلی و هر نیم ساعت یه بار این ایستگاه اتوبوس مینیبوس میاد و میبره وسط شهر. و من دیگه حالا رسیدم ساعت تا دوش گرفتم و اینا فرض شده نزدیک که 8:40 شب، ممکن اینجا اصلا تاریک نشه، من نمیدونم چجوری وضعیتش. بعد دیگه الان جایی نمیرم تا فردا صبح پاشم ببینم چه خبره. اومدم یه گشتی گدم این اطراف رو
و فقط یه بستنی فروشی اینجا دیدم، اونجا دیگه رستوران و اینا چیزی نیستش، ولی داخل خوابگاه آشپزخونه و اینا هستش که مثلا اونایی که مواد غذایی گرفتن بتونن خودشون چیزی بپزن. حالا برم ببینم چیزی پیدا میکنم یا نه، اگه گیر بیارم که میخورم، اگر نه من دیگه الان وسط شهر برو نیستم، میمونم تا فردا. بله اینم مکان حاصل که اسمش هست دالور یا همچه چیگه هاستر کف بار، و بسیار بسیار مرتب و ارگانایز و عالی هست. بشید بایید داخلشم به این شکلی که ببینید منطقه لابیشه و عرض کنم که این برم که میره به طبقات بالا و اینجا هم یه چند تا میگو اینا هستش که میتونن بشینن جهانگرد ها به اصطلاح و صحبت کنن، گفت بزنن، مطالعه کنن و غیره. آشپزخونه هم داریم و